واشنگتن دی سی، پایتخت ایالات متحده آمریکا. امشب این شهر تاریخی میزبان ستاره آواز ایران گوگوش است. همه بی صبرانه منتظر اجرای این هنرمند افسانه‌ای هستند. خانم گوگوش آماده است تا چند لحظه بعد روی استیج برود و با ارکستر بزرگ خود اجراهای متفاوت داشته باشد. دوتی دوستان عزیز سلام، امیدوار هستم در هر کجایی که مکنون بیننده ما هستین از ساعت خوب برخوردار باشین. برنامه ویژه است، ما در پهلوی ستاره درخشان موسیقی خانم گوگوش نازنین هستیم. ببینین که از ما کده با حال و با انرژی تر پهلوی ما اینا استعاده هستن. خانم گوگوش عزیز سلام بر شما و بسیار ممنونتان از اینکه وقت بر ما دادین. سلام بر شما و همه بینندگانی که تصویر ما رو میبینن. خوشحالم که با شما یکی از افرادی که از افغانستان پیام دارین، یعنی حضور و وجودتون برای من یادآور روزای خوب افغانستانه، منو خوشحال میکنه. شما زنده باشین. چی با حال شما کانسرت را اجرا کردین با انرژی و با علاقمندای فراوانتان که تشریف آورده بودن؟ مانده نباشین. کانسرت چطور گذشت؟ خیلی خوب بود، خیلی انرژی خوب از مردم ایرانیا و افغانها حضور داشتن، گرفتن. این انرژی خوب به من انرژی میده، اجرای بهتری دارم. معمولا در کنسرت های گوگوش تنها ایرانی ها اشتراک نمی کنند، بلکه ادبای کشورهای پارسی زبان حضور پررنگ دارند. افغان ها عاشق سروده های گوگوشند، ولی این عشق یک طرفه نیست. خانم گوگوش نیز دوستدار افغان ها هست و این محبت سبب شده تا گوگوش از تحولات اخیر در افغانستان به خوبی با خبر باشد. تحولاتی که منجر به فروپاشی نظام جمهوری در افغانستان گردید و قدرت به دست گروهی به شدت مخالف هنر و موسیقی افتاد. گروه طالبان موسیقی و حضور هنرمندان را در این کشور ممنوع اعلان نمود، کاری که سبب شد تا خانم گوگوش در حمایت از هنر و زنان افغان در کنسرت های خود صدا بلند کند و از درد مشترک ناله فریاد زند. برای مردم افغان، افغانستان این روزها درست مانند کشور ما شده. خانم گوگوش تحولات اخیر افغانستان را شبیه انقلاب اسلامی 1979 ایران می داند. همون جور که روزهای اول انقلاب اتا امروز زجی که مردم ایران می کشند
مردم افغانستان شاید بدتر از اون به سرشون اومده، به خصوص زمان مختران و کسانی که میخونن بازی میدونن عکت میکردن سینما باشتن همه اون رو ازشون گرفتن. ما کاری نمیتونیم برای شما کنیم جد اینکه احساس همدردی کنیم برای شما باشون و آرزو کنیم از این جهنمی که براشون ساخته شده بیرون بیان و آزادی و استقلالشون برسیم. در کنسرت های شما شاهد هستیم که شما از خانم های افغان حمایت میکنین به نوع شرایطی که فعلا در افغانستان وجود داره و موضوعات داغی که رخ داده اونا را شما بیان میکنین و از خانم ها پشتیبانی میکنین. چی باعث شد که همچون کار را بکنید؟ چرا نکنم؟ افغان ها به خصوص زنان افغان برای من از اهمیت ویژه‌ای برخوردارم، چرا که هم همساین، هم همزبانن، هم باهاشون من با مردم افغانستان به طور کل یک رابطه قدیمی باطنی و مهرامیز دارم، خاطرات خوب دارم، چه قبل از انقلاب ایران و پیدایش جمهوری اسلامی، چه بعدها و چه تو این 21 سالی که در امریکا و این ور دنیا زندگی میکنم باهاشون در ارتباطم، همیشه توی کنسرتام حضور دارن و این عشق و مهرشون رو همیشه دریافت میکنم. بسیار عالی. این خب میدانین داخل افغانستان به میلیون ها تن خرد و بزرگ و کوچک همگی دوستدار شما هست، علاقمند شما، سرودهای شما را میشنوند و عکس های شما پیشانه هستند، خاطرات بسیار خوب را اونا همراه شما دارن. حالا شرایط متفاوت است در افغانستان اما هنوز هم در دل مردم افغان جا دارین. پیامتان به او کسایی که سرودهایتان همیاله در افغانستان شنیده نمیتونن چی خواهد باشه؟ من برای زنان افغان به خصوص و به طور کل مردم افغانستان پیامم این هست که آگاهانه انتخاب کنید زندگیتون رو و نگذارید که یک حکومتی، یک سیستمی زندگی و آزادی رو از شما سلب کنه. من سعی میکنم فقط با مردم افغانستان و به خصوص زنان همدردی کنم و فقط میتونم توی کنسرتام یاد کنم ازشون و از اینکه از آزادی های طبیعیشون محروم شدن حرف بزنم و بخوام که زیر بار اجبار قرار نگیرن و انجام بدن اون کاری رو که میدونن درسته و دلشون میخواد اونجوری زندگی کنن که دلشون میخواد. شما زنده باشین. شما ایره میدانید در پالی ازی که مردم افغانستان، مردم هم دوست دارن داره، هنرمندان افغان بسیار شما را دوست دارن. قشری که هنرمندن و در افغانستان بودن و الان محروم شدن از اون حرفشون، مثل بازیگرا، گوینده ها، نویسنده ها و خواننده ها، موزیسین ها، اینا دست و بالشون رو بستن، بالشون رو شکستن. من میخوام بخوام ازشون که بال پروازشون رو باز کنم.
از اینجا به کجا کنسرت دارین؟ بخیر تور بزرگ را شما پیش روی دارین؟ بله، دو هفته آینده شیکاگو هستم، بعد به نیویورک میرم و بعد از اون برای کریسمس لاس ویگاس هست. لاس ویگاس کنسرت رو شما داریم. اگر همین لحظه ما میفهم شما خسته هم هستین از یک کنسرت بزرگ ختم شدیم، از قلبتان اگر یک سرود رو بر افغانستان عزیز بخوانید چی خواهد باشه؟ کوتا اگر زمزمه کنیم. سرزمین من خسته خسته از جفای سرزمین من. ممنون شما از اینکه فرصت را در اختیار ما دادین و آرزو داریم که روز بتانیم شما را در پهلوی مردم بزرگ افغانستان و ایران باز هم سالهای فراوان ببینیم با امی انرژی که دارین. فقط در آخر امیرم میخواییم بفهم امی راز انرژی و جوانی و کاکگی شما در چیست؟ عشق. عشق. همه چیز عشق. بله، این عشق است که امید به آینده را زنده می نگه دارد و باید در برابر ناانجاری ها استادگی صورت گیرد.